چشم انتظار سرد و بی عبوره، آرزوی ما دیدن لحظه ظهوره، کوچه های چشم انتظار سرد و بی عبوره، آرزوی ما دیدن لحظه ظهوره. شو میخونم اونی که به نقل علی یا براش جوونم، کسی که همه انبیا مدحشو میخونم اونی که به نقل علی یا براش جوونم. صوم و صلاتم بیا کسی دورت بگردم بیا، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد، یا ابا صالح مدد. خب ما هم همچون شما عزیزان منتظر هستیم تا برنامه اختتامیه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز بشه و امیدوارم که تا دقایق دیگر این برنامه آغاز بشه. به محض شروع برنامه به داخل سالن خواهیم رفت و مسابقات رو و آیین اختتامی مسابقات رو تقدیمتون خواهیم کرد. نکته ای که حتما جا داره که اشاره بکنیم این هست که باید تقدیر و تشکر کنیم از عوامل برگزار کننده مسابقات بین المللی سیوم. جدن برگزاری مسابقات در این سطح کار بسیار سخت، مشکل و طاقت فرسایی است. از مدت ها قبل اینطور که دوستانم میگفتن از 6 ماه قبل کار مسابقات آغاز شد. دعوت از میهمان ها، هماهنگ کردن جا، فضا، سالن، همینطور هماهنگ کردن داورها کار بسیار مشکلی است. خب عزیزانمون در سازمان اوقاف امسال هم با همون عزت و احترام میگه هر سال خب ما شاهدش بودیم این مسابقات رو برگزار کردن. میهمان بسیار تکریم میشه در این مسابقات و عزیزان ما شرکت کنندگانی که از 5 قاره دنیا بالغ بر 70 کشور امسال میهمان جمهوری اسلامی بودند، بیش از 110 شرکت کننده از کشورهای مختلف آمدند و در مسابقات شرکت کردند. انشالله که خاطره ای خوش با خودشون از ایران اسلامی به یادگار میبرند به کشورشون و هر کدوم اونها یک سفیری خواهند بود و مبلغ میهمان نوازی مردم نجیب ایران خواهند بود و امیدوارم که همه تصدیق کنند و همه اذعان بکنند و اعتراف بکنند به این موضوع که مسابقاتی که در ایران برگزار میشه نظیر و منندی در جای دیگری از دنیا نداره. البته ممکنه که مسابقات مالزی رو خیلی‌ها با این مسابقات مقایسه بکنن، اما وجه تمایزهایی بین مسابقات ایران و مالزی وجود داره. درسته که بالغ بر 50 ساله که در مالزی داره مسابقه برگزار میشه و از نظر قدمت و سابقه اونها از ما جلوتر هستند، اما مسابقات ایران علاوه بر رشته قرائت قرآن کریم در رشته حفظ هم برگزار میشه. مالزی رشته حفظ نداره و همینطور شرکت کنندگانی که به این دولت مسابقات میان تعدادشون از نظر کمی عرض میکنم نه از نظر کیفی بیشتر از مسابقات مالزی است. خود داوری که مهمان ماست از کشور مالزی و در اینجا حاضر بود و شرکت کنندگان عزیزی که از مالزی به ایران آمدن
تایید میکرد این موضوع رو که مسابقات شما با شکوه بیشتری برگزار میشه. خب این اتفاق هم چند سالی است که واقعا رخ میده و البته که دوستان عزیزمون در طول این 30 دوره که مسابقات برگزار شده خیلی زحمت کشیدن. در هر دوره ای همه اون عزیزانی که مسئولیتی داشتن در همون ادوار زحمات بسیار زیادی کشیدن و خب چند سالی است که به هر حال این تجارب همه جمع شده و انباشته شده به یک نتیجه بهتری منتج شده، مسابقات بهتر داره برگزار میشه و خب باید خدای بزرگ رو شاکر باشیم به واسطه این همه لطف و منتی که بر ما نهاده. قرآن میراث گرانبهایی است که پیامبر اکرم در بین ماها به یادگار گذاشته و همه ماها موظف هستیم تا از او به نیکی و به شایستگی محافظت کنیم. محافظت از قرآن به واسطه تلاوت آیات اتفاق میفته، به واسطه به سینه سپردن آیات رخ میده. محافظت از قرآن به واسطه عمل به آموزه های بلند و نورانی اون رخ میده. محافظت از قرآن به واسطه اینه که بنده و شما هر روز قرآنمون رو برداریم و باز کنیم و شروع کنیم به مطالعه و خواندن اون. این گونه است که کم کم آیات بر لجان ما می نشینه، کم کم ما هم معطر میشیم به اثر قرآن و قرار باید باشه بر این که هر کدوم ماها سهمی از این کتاب شریف و نورانی در زندگی خودمون برگیریم. چقدر از این سفره استفاده میکنیم؟ همون سهم ماست. هر کسی که لیاقتش بیشتر باشه از قرآن بیشتر و بهتر استفاده میکنه. یادی بکنم از خمینی کبیر، این احیاگر قرآن در قرن اخیر، و اینکه امام به دفعات در طول روز به قرآن مراجعه میکرد، اینکه امام در ماه مبارک رمضان هر سه روزی یک بار قرآن رو ختم میکردن، اینکه امام در طول روز بارها و بارها برای مراجعه به قرآن برنامه ثابت داشتن، اینکه امام وقتی که از منزل خودشون قرار شد که به بیمارستان قلب برن فقط دو چیز با خودشون برداشتن، یک کتاب قرآن خودشون و دیگری یک رادیوی کوچکی با واسطه اون اخبار رو پیگیری میکردن و گوش میکردن. این که امام به فرزند خودشون مرحوم حاج احمد آقا فرمودن فرزندم این کتاب نامه محبوب برای بنده، و نامه محبوب برای بنده همیشه مورد محبت هست و همیشه محبوب هست، حتی اگر تو از مفاد اون بیخبر باشی و بی اطلاع باشی. این که احساس کنی خواندن قرآن بدون توجه به ترجمه و مفاهیم اون بیفایده است، این از وساوس شیطان است، بر حذر باش از این موضوع. روح امام عزیزمون شاد. اگر امروز میبینیم که مسابقات بین المللی با این عزت و با این احتشام و با این اجلال داره در کشور عزیزمون برگزار میشه، یقیناً و قطعاً به برکت نفس مسیحایی امام بود و به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی بود. انشاءالله که روح شاد باشه و قرین با رحمت واسعی حضرت حق باشه. هرچی ثواب از تلاوت هایی که در این مسابقات هست و صورت میگیره همشو هدیه میکنیم به روح بلند و ملکوتی امام راحل عظیم الشأنمون، انشاءالله که جایگاهش که عالی است متعالی بشود. یک بخش دیگری رو ببینیم. ما کماکان منتظر هستیم تا آیین ختامیه در سالن اجلاس آغاز بشه و به محض آغاز شدن اون ما برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أضفيت على الحسن
الورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا. خب به محض آغاز شدن برنامه سالن به سالن اجلاس خواهیم رفت و این اختتامیه رو تقدیمتون خواهیم کرد و این نکته رو هم حتما باید خدمتتون عرض بکنم که فکر میکنم تا هولوش ساعت 19 برنامه اختتامیه به طول بینجامد و با اهداء جوایز به نفرات برگزیده این مراسم ادامه پیدا خواهد کرد. به سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی بریم و در جریان آیین اختتامیه این دور از مسابقات 30 دوره رقابت‌های بین‌المللی قرار بگیرد. النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى خلق خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر خلق خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى خلق خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منى بشر وأنذر خلق خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر بشر وأنذر والخليل الوفي جئت بالدين النقي ظافرا موقرا أيها الطهر الندي والخليل الوفي جئت بالدين النقي
صلوات ختم بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. الله 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 يا عزيز يا حكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن هدى للمتقين. محمد بود و نوری از زمین تا بی نهایت ها. محمد بود و نوری از زمین تا بی نهایت ها. محمد بود و در دل زین معماها حکایت ها. من اینک سخت حیرانم، چه می بینم نمی دانم. عجب نوریست این نور شگفتینک. کجا خورشید و ماه آسمانی این ضیا دارد؟ نگه کن چون که میبینی دنباله تا عرش خدا دارد. کریما سخت حیرانم، چه میبینم نمیدانم. محمد در سخن با خیش بودانگاه چون تندر، نوای آسمانی در دل غار حرا پیچید. صدایی در زمین از سوی عرش کبریا پیچید. در آن دم حق تعالی بنده خود را ندا می داد. محمد ما تو حیران گوش بر بانگ خدا می داد. بخوان هان ای محمد. گفت من خواندن نمی دانم. ندا آمد بخوان با من ای امی مکه. به ناگه چشمه نوری به جان پاک او تابید. دوباره این ندا آمد بخوان ای بارگاه کبریا را بهترین بنده. بخوان بر نام قدس پرشکوه آفریننده، خداوندی که انسان را ز خون بسته می سازد. بخوان بر نام پاک خالق اکرم، به نام آن که دانش را به نیروی قلم آموخت، به نام آن خداوندی که از رحمت به جان مردم نادان چراغ معرفت افروخت. بخوان بخوان هان ای محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و بارک على محمد و آل محمد و تحنن على محمد و آل محمد و سلم على محمد و آل محمد كما صليت و باركت و تحننت و ترحمت و سلمت على ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انت السلام و منك السلام و اليك يرجع السلام. صدها سلام و صلوات بر صدر آدمیان و فخر عالمیان، رسول رحمت، پیامبر نور و کرامت، سید الانبیاء و المرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام و صلوات بر ائمه طاهرین و سلام و درود به روح بلند و ملکوتی احیاگر قرآن در قرن اخیر و سلام و درود به روح شاگردان ممتاز اون پیر مراد، شهیدان ایران زمین، و سلام و ارادت و
تحیت به محضر مبارک بزرگ پرچمدار کاروان قرآن جهان اسلام، مقام معظم و معزز رهبری. به عنایت حضرت حق، مراسم اختتامیه 30 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران رو با تلاوت رتبه نخست رشته قرائت این مسابقات، نماینده شایسته جمهوری اسلامی ایران برادر گرامی جناب آقای وحید وکیلی آغاز کردیم. به یکایک شما میهمانان ارجمند، استادان، قاریان، حافظان، نخبگان قرآنی، مدیران محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خیر مقدم عرض میکنم. به ویژه به حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد، برادر عزیزم جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرور ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی نماینده محترم ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف امور خیریه جمهوری اسلامی ایران و دیگر وزرای ارجمند، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و عزیزانی که در این جلسه شرف حضور دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، حمدا لك يا رب يا أحكم الحاكمين ويا أعدل العادلين ويا أصدق الصادقين. الحمد لله لك يا رب يا كريم الصفح ويا عظيم المن، إذ مننت علينا بخير خلقك واجتبيته نبيا ورسولا لكي يظهر دينك على الدين كله. الصلاة والسلام عليه وهو يردد أول ما نزل على قلبه الحبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليه وعلى آله مفسري آيات القرآن الكريم، أساطين الحجة وأرباب النهى والعروة الوثقى. الصلاة والسلام عليه وعلى الصحابة المنتجبين والتابعين إلى يوم الدين. سلام وتفسير السلام سلامة، تحية مشتاق وتحفة زائري. هذا السلام من القلب إلى حضراتكم جميعا في هذه الذكرى العطرة، ذكرى بعثة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تحية ترحيب إلى فخامة رئيس الجمهورية في إيران العطاء والإسلام الدكتور محمود أحمدي نجاد. تحية للدكتور السيد محمد حسيني وزير الثقافة والإرشاد، وتحية لفضيلة الشيخ محمدي ممثل الولي الفقيه ورئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية، أصحاب السماحة الأعلام، المسؤولين الأفاضل، أعضاء لجنة التحكيم والنخب القرآنية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ها هو ذا الإعلان الرسمي لمراسيم بدء اختتام هذه الدورة، وهي الدورة 30 لمسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم. ضمن تبریک عید بزرگ مبعث، همینک در خدمت گروه ملی همخوانی قرآن و مدیح سرائی، اولین گروه ملی همخوانی قرآن و مدیح سرائی جمهوری اسلامی ایران با عنوان پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم که اگه بنا صلوات بفرستیم روز مبعث یه صلوات محمدی ختم کنید. اللهم صل علی محمد. برنامه‌شون رو به تناسب امروز به ساحت رسول الله تقدیم می‌کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. يا صاحب النور العميم بيثرب، يا منتهى أملي وغاية مطلبي، يا من به في النائبات توسلي، وإليه من كل الحوادث.
الغرابي يا صاحب النور العميم بيثرب يا منتهى أملي وغاية مطلبي يا من به في النائبات توسلي وإليه من كل الحوادث مغربي يا رحمة الدنيا وعصمة أهلها وأمان كل مشرق ومغرب مدد يا رسول الله يا من هو البر التقي الملتقى سر العناية طيب من طيب يا من سرى من مكة للمسجد الأقصى على ظهر البراق المنجب يا صاحب النور العميم بيثرب يا منتهى أملي وغاية مطلبي يا من به في النائبات توسلي وإليه من كل الحوادث مغربي الحجب ترفع والجبات أليفة والمجتبى يغشاه نور المجتبي الحجب ترفع والجبات أليفة والمجتبى يغشاه نور المجتبي ولقد بعثت لأمة وسطية نورا على الأكوان غير محجبي ولقد بعثت لأمة وسطية نورا على الأكوان غير محجبي على منار الحق حين حملته وسرى ضحاه على جبين الكوكب يا صاحب النور العميم بيثرب يا منتهى أملي وغاية مطلبي يا من به في النائبات وإليه من كل الحوادث مغربي ما هذه الأنوار هل هناك أسرار نورا يسطع الغار ها قد آتى المختار ما هذه الأنوار هل هناك أسرار نورا يسطع الغار ها قد آتى المختار ما هذه الأنوار هل هناك أسرار نورا يسطع الغار ها قد آتى المختار رسول
على الله. يا حبيب الله، يا خير خلق الله. أتى نبي مبعوث من رب الناس، ففاض نورا قدسيا ملأ الأنفاس. فهو نذير وهو بشير وهو عبير، معلم للإنسان، وله مدح في القرآن. أتى نبي مبعوث من رب الناس، ففاض نورا قدسيا ملأ الأنفاس. فهو نذير وهو بشير وهو عبير، معلم للإنسان، وله مدح في القرآن. أتى رسول ينجينا من خطر النار، أتاه وحي يتلوه الروح في الغار. نلنا من الآل شفاعة، ملاذنا حين الساعة، وحبهم عين الطاعة، فالعترة عدل القرآن. أتى رسول ينجينا من خطر النار، ألاه وحي يتلوه الروح في الغار. نلنا من الآل شفاعة، ملاذنا حين الساعة، وحبهم عين الطاعة، فالعترة عدل القرآن. فالكل تعلم منهم، تزايل الرجس عنهم، هو الإله علمهم عمل الخير والإحسان. صلوات الله عليهم وكنوز البذل يديهم، صلوات الله عليهم وكنوز البذل يديهم، شفعائي عترة طهاهم أعلى الخلق جاها، ولنفسي خير رجاهم أعلى الخلق جاها، شفعائي عترة طهاهم أعلى الخلق جاها، ولنفسي خير رجاها هم أعلى الخلق جاها. في عسري أو يسري أفديهم بالعمر، أنوار نشروها في الخلق غرسوها. في عسري أو يسري أفديهم بالعمر، أنوار نشروها في الخلق غرسوها. آل الهادي أهل ودادي، خير سنادي. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد. سپاسگزارم از حضور قاریان محترم و اساتید ارجمند عضو گروه ملی همخوانی قرآن و مدیح سرائی پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم، اولین گروه مدیح خوانی در جمهوری اسلامی ایران، تشکل از گروه های قدر تهران، کوثر اصفهان، ثقلین احواز، جامعه قاریان قرآنی مشهد مقدس. بدرقه شون بفرمایید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اجازه بفرمایید در این جلسه، در این حال که جلسه کاملا رسمی است، اما از باب صمیمیت و محبت قرآنی عرض بکنم خدمت آقای رئیس جمهور و مهمانان ارجمند، این برادر عزیز من آقای نجف از مجریان خوب به زبان عربی است که در طول مسابقات به شایستگی با همراه بوده، اما الان به دلیل اینکه ما به زمان دقت نظر بیشتری داشته باشیم، خواهش کردیم که ترجمه از طریق گوشی ها انجام بشه و حضور ایشون قوت قلبی برای من اینجا باشه تا پایان برنامه. دوام توفیق این عزیز صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجه.
دعوت میکنم از حضور حائز رتبه دوم رشته قرائت قرآن در 30 دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران، نماینده محترم کشور سوریه، برادر ارجمند جناب آقای عبدالرحمن الکردی، که آیاتی از کلام الله مجید رو تلاوت بفرمایند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الله الله الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا ما توعدون. حقا 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 حقا. الله الله الله. هذا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت. سپاسگزارم از حضور قاری میهمان جمهوری اسلامی ایران، نماینده شرکت کننده کشور سوریه، حائز رتبه دوم رشته قرائت قرآن کریم در 30th دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای عبدالرحمن الکردی. این سالن نیازی به معرفی نداره، همه شما از این سالن رو میشناسید، سالن اجلاس سران، محل برگزاری بزرگترین رخدادهای کشور عزیزمون ایران. تو چند روز آینده قراره یکی از بزرگترین رویدادهای جهان اسلام توی این سالن برگزار بشه. یا رسول الله، حبیب الله، نبی الله. خب وقتتون بخیر باشه بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی قرآن و معارف سیما جمهوری اسلامی ایران. ملاحظه فرمودید آیین اختتامیه 30th دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در حال برگزاری وکیلی رو تقدیمتون کردیم، همینطور اجرای همخوانی و همسرایی دوستان و برادران گرانقدر در گروه پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله، و همینطور تلاوت جناب آقای عبدالرحمن الکردی، نماینده محترم کشور سوریه که مقام دوم رشته قرائت در این دور از رقابت ها رو کسب کردند. این دور از مسابقات از جمعه گذشته آغاز شد و امروز هم آیین اختتامیه برگزار میشه و به کار خودش پایان میده و به امید خدای بزرگ چندی دیگر مسابقات سراسری باز هم در ایران برگزار میشه و آماده و مهیا میشیم برای اجرای هرچه باشکوه تر مسابقات بین المللی 31. امیدواریم که هرچه که میگذره و هرچه تجارب اندوخته میشه و هرچه که عزیزان ما در مجموعه هایی که دستن در کار برگزاری مسابقات بین المللی هستند آشناتر میشن با موضوع برگزاری مسابقات با تمامی جوانبش، این مسابقات رو بتونن با شکوه بیشتری برگزار بکنن، به واقع برسیم به بزرگترین رویداد قرآنی جهان اسلام. به برکت برگزاری همین مسابقات در کشور علاقه، شوق و میل جوانها و نوجوانهامون به موضوع قرائت قرآن کریم، به موضوع آشنایی و انس هرچه بیشتر با قرآن بیشتر و بیشتر بشه و این اتفاق و حمدالله رخ داده. ما امیدواریم که با شکوه بیشتر این مسابقات موجبات هرچه آشنایی و هرچه انس با این کتاب شریف رو درای مردم عزیز ایران اسلامی بیشتر فراهم کنه. یه بخش دیگه رو ملاحظه بفرمایید. باز هم به سالن اجلاس سران خواهیم رفت و در ادامه برنامه جوایزی که به برگزیدگان اهدا خواهد شد رو با هم دیگه تماشا خواهیم کرد. يا أمان الخائفين.
الخائفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين يا أمان الخائفين يا مداد المسرفين يا رجاء السائلين في بحر الكروب ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين وارحم القلب الحزين يا أمان الخائفين يا مداد المسرفين رجاء السائلين هب لنا منك يقين هل لجودك من سبيل یبرئ القلب العلی. آیا شما در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی بسیار خالی است؟ زنان، مردان و کودکان و عزیزانی که در این سالن هستند ملاحظه می‌کنند برنامه اختتامی مسابقات رو، هر حال در یک مجلس و یک محفل معنوی حاضر هستند. در این جلسه آیات شریفه قرآن تلاوت میشه و ذکر و مدح نبی مکرم اسلام در روز مبعث پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم صورت میگیره و انشالله که این جلسات و این محافل و این برنامه ها هرچه با شکوه‌تر برگزار بشه. در این چند روزه که ما اینجا مستقر بودیم خیلی از عزیزان مراجعه میکردند و پیشنهاداتی داشتند برای شبکه قرآن، از برنامه ها رو نقد میکردند، از برخی از برنامه ها تشکر میکردن، مثلا میگفتن که ما فلان برنامه رو میبینیم، این برنامه خیلی عالیه، اگر بخوایم نظراتمون رو منعکس کنیم چه کار باید بکنیم. دوستان عزیز ما در قرفه که در همین نمایشگاه مستقر بود در این چند روز جلب و جذب کردن نظرات مراجع کنندگان به قرفه شبکه قرآن رو و همیشه ما خودمون رو نیازمند به نظرات حضرت به نظرات عزیزانی که در برنامه ها حاضر میشن و بینندگان خوب شبکه قرآن محتاج میبینیم، چه از طریق ارسال پیامک هایی که به برنامه ها میاد، چه تماس هایی که با برنامه های مختلف میشه و حتی با عزیزانمون در روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما تماس هایی که گرفته میشه، این نظرات همه پالایش میشه، آماده میشه و خب در برنامه های مختلف از اونها استفاده میشه و بهرهگیری صورت میگیره. بعضن عزیزان خصوصا در جریان مسابقات امسال خیلی ها به دنبال این بودن که تلاوت های قرآن بیشتری از شبکه قرآن پخش بشه. مزید اطلاع این عزیزان عرض کنم که در ساعات پایانی هر روز ما 2-3 تلاوت مجلسی از شبکه قرآن پخش میکنیم و خب در این یک هفته ای هم که در خدمتتون بودیم با پخش مستقیم مسابقات قرآن از ساعت 16:30 دقیقه تا ساعت 22:30 دقیقه به دفعات و به کرات تلاوت های قرآن تقدیم دوستداران کلام الله شد و چشم باز هم تلاش خودمون رو خواهیم کرد. محافل انس با قرآن کریم هم هر روز از شبکه قرآن و معارف سیما تقدیم عزیزان خواهد شد و چیزی هم نمانده به آغاز مسابقات، به آغاز ماه مبارک رمضان و خب بهار تلاوت قرآن و محافل با قرآن، انس با قرآن. بریم به سالن اجلاس و ادامه برنامه رو تقدیم بزنیم. رویداد قرآنی جهان اسلام در 30 دوره به شایستگی برگزار بشه. اجر همشون نزد حضرت رب الارباب و مسبب الاسباب بی تردید محفوظه و بشارت بدم به شما که برای اولین بار مستندی از 30 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در قالب یک تصویر و مجموعه تلویزیونی شایسته تهیه شد که این بخشی از اون بود که ملاحظه فرمودید. به هیئت محترم داوران این دوره از مسابقات که در جلسه هستند اظهار ارادت میکنم و خدا قوت عرض میکنم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی نماینده محترم ولی فقیه و رئیس ارجمند سازمان اوقاف امور خیریه جمهوری اسلامی ایران،
خدا قوت. بسم الله. صلوات ختم کنید. مطمئنم بعد از این دو بیت بهتر صلوات میفرستید. هنگام ظهور فیض سرمد آمد، خوش آن که دلش ز حق مؤید آمد. دانی که بهار صلوات است امروز، چون مبعث حضرت محمد آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. روز بعثت مبارک و نورانی خاتم الانبیا، سید الانبیا، اشرف الانبیا، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، عید بزرگ مسلمین، عید مبعث را به همه مسلمانان عالم، ملت عزیز ایران و جمع حاضر تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و خدا را شاکریم که به ما بزرگترین نعمت، که نعمت بعثت رسول خدا که منشأ نجات بشریت است، نه فقط مسلمین، که امروز را به ما عطا کرد و پیامبر عظیم الشأن را به عنوان یک نعمت بی بدیل، بی نظیر، نعمت و عظما به ما عطا فرمود. خدا را بر این شاکریم. خدای متعال هیچ نعمتی را به رخ مؤمنین نکشیده، اما نعمت بعثت را به عنوان یک نعمت بزرگ بر مؤمنین منت نهاده که از جنس خودشون رسولی مبعوث کرد که اونها را تعلیم و تربیت الهی، تعلیم و تربیت قرآنی داشته باشد. خدا را شاکریم که به ما توفیق داد در این عصر و زمان بر محور قرآن کریم، بر محور آیات الهی، به عنوان مسابقات بین المللی قرآن کریم با حضور 70 کشور از کشورهای مختلف جهان مسابقات بین المللی را دایر کنیم و در این عصر به عنوان قرآن، به نام قرآن، به نام آیات الهی، مجلس با شکوه و با عظمت معنوی قرآنی و الهی را برپا کنیم. خدا را بر این نعمت، بر این لطف و محبت بی نهایت شاکریم که ما هرچه داریم از قرآن داریم، که قرآن کریم فرمود قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. ای اهل کتاب، شما هیچی نیستید مگر تورات و انجیل و اون چی که به سوی شما از پروردگارتون نازل شده، یعنی قرآن کریم، این را اقامه کنید، این را به پا دارید که برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم را می توان گفت یکی از مصادیق اقامه قرآن، اقامه آیات الهی است. در عصر و زمانی که مستکبران عالم، آمریکا و رژیم صهیونیستی، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن و اهل بیت خوش ندارند پرچمی به نام قرآن، به نام اسلام، به نام اهل بیت برافراشته شود، خدا به ما توفیق داد در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان 30th دوره مسابقات بین المللی قرآن پرچم قرآن را برافراشته کنیم و قریب به یک هفته با حضور حفاظ و قاریان از کشورهای مختلف جهان با آیات، تلاوت آیات قرآن کریم، مجلس با شکوه و با عظمتی را برپا دارند. خدا را بر این شاکریم
که به ما این توفیق را عطا کرد که امروز روز اختتامیه آن را برگزار می‌کنیم. به همه عزیزان، مسئولان، مدیران، علما، نخبگان و اندیشمندان و قرآنی خیر مقدم عرض می‌کنم و از داوران و اساتید و مربیان، بخصوص داوران بین المللی و داوران عزیز خودمون که 17 نفر، 9 نفر داور بین المللی، 8 نفر از داوران خودمون زحمت کشیدن در این مدت یک هفته این مسابقه را مدیریت کردن، از عزیزان تقدیر و تشکر میکنم. همچنین از متسابقین، از قرا و حفاظ که از کشورهای مختلف جهان، از 5 قاره جهان که در این برنامه نورانی قرآن حضور پیدا کردن، از همه این عزیزان تشکر میکنم. همچنین از ملت عزیز ایران، به خصوص کسانی که در این برنامه حضور پیدا کردن و موجب تشویق قاریان و حافظان شدن، از اونها صمیمانه تشکر میکنم. به ویژه از برادر عزیزم ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر احمدی نژاد تشکر میکنم و خیر مقدم عرض میکنم که به این مجلس نورانی قرآن در اختتامیه این محفل و مجلس قرآنی تشریف آوردن و از ایشون هم سپاسگزارم. همچنین از وزرای محترم جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم ارشاد و همچنین جناب آقای دکتر دانشجو وزیر محترم علوم و سایر عزیزان و مسئولان، مدیران و فرماندهان که زحمت کشیدید به این مجلس و محفل تشریف آوردید. انشاءالله که خداوند متعال این را، این اقدامی که برای قرآن انجام شد، ذخیره ای برای عالم برزخ، عالم قیامت و همچنین روحیه برای مقاومت و استقامت و انجام وظیفه در مقابل مستکبران و دشمنان اسلام و قرآن قرار بدهد. و اینجا عرض میکنم نکته را به نامزدهای محترم، به بعضی از نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری که بعضی صحبت‌ها نارواست و شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. مگر این ملت فقط برای اقتصاد، برای دنیا، برای خورد و خوراک و شکم قیام کردن و این نهضت را به پا کردن؟ و آیا امام با تمام امکانات مادی فراهم شد قیام کرد؟ در حالی که امام در سال 42 نهضت را شروع کرد، در حالی که دولت مقتدر اون زمان آمریکا و اسرائیل از حکومت طاغوت شاه حمایت میکرد، نیروی مسلح قدرتمندی در اختیار او بود، اما امام با منطق قرآن، با منطق اسلام، با منطق اهل بیت در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستاد و فریاد زد که تمام گرفتاری های ما از آمریکا و اسرائیل است. 50 سال پیش یک عالم دین با دست خالی اما با منطق قرآن، با منطق اهل بیت، با منطق اسلام، با قدرت اسلام، با قدرت قرآن. و در آینده هم ما اگر بخواهیم سربلند و سرفراز از نظام جمهوری اسلامی دفاع کنیم، غیر از این راهی نداریم. اگر نظام سرمایه‌داری کم سرمایه دارد، اما در مقابل نظام اسلامی به لطف خداوند متعال کم آورده. چرا؟ خاطر منطق قرآن، منطق اسلام، منطق اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. و اونی که ما را موفق میکند همین است، به این آیه که اول عرایض عرض کردم: لستم على شيء حتى تقيم التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. ربنا الله، کسانی که به پروردگارشون متمسک جستن، به پروردگارشون توکل جستن، اونها موفق شدن. فرشتگان و نصرت و مدد الهی به یاری آنها آمده است. ما هم در افتتاحیه این برنامه تقاضا کردیم از نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری برنامه قرآنیشون را ارائه بدهند.
امام در وصیت‌نامه‌شون اولین جمله ای را که در آغاز وصیت‌نامه‌اش مطرح می کند قرآنه. بعد اهل بیت با حدیث ثقلین وصیت‌نامه‌اش را امام شروع می کند. ما هر چه داریم از قرآن داریم، اگر جایی هم با مشکل مواجه شدیم از قرآن و اهل بیت جدا شدیم. انشاءالله امیدواریم خدای متعال به ما توفیق عطا کند که احکام قرآن را، احکام اسلام را با امامت ولی امر که خدای متعال در قرآن کریم به ما فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، با محوریت ولایت و امامت که در عصر غیبت با ولایت فقیه هست، خط امام و خط ولایت فقیه، خط ولایت، این مسیر را ادامه بدهیم که سربلندی، سرافرازی و موفقیت ما همین است. ان شاء الله خداوند متعال به ما این توفیق را عطا کند. به حرمت قرآن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. سپاسگزارم از حضور حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای محمدی نماینده محترم ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف امور خیریه جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنم از حضور قاری میهمان کشور عزیزمون از کشور مصر، برادر گرامی جناب استاد انور شحات محمد انور که یکی از قاریان ممتاز جهان اسلام هستند و سازمان محترم اوقاف امور خیریه در حاشیه مسابقات برای تلاوت‌های قرآن کریم ایشون رو دعوت کردند و همینک در خدمتشون هستیم. بعد ان استمعنا الى هذه التلاوات العطره والموشحات الاسلاميه حان الان موعد الاستماع ايضا الى تلاوه زاكيه من آية الذكر المبارك المجيد بعد ان عطرنا الاسماع بكلمه فضيله الشيخ المحمدي ممثل الولي الفقيه ورئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية فضيلة الشيخ أنور الشحات محمد أنور من جمهورية مصر العربية فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
جزاء من ربك عطاء حسابا. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكواعب ترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا عطاء حسابا. إن للمتقين تكين مفازا. إن للمتقين مفازا حدا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب
بالسماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صدق الله العلي العظيم اللهم صل احسنتم تقدیر و تشکر میکنم از حضور قاری مولا فدای خاک پای تو جان مرا چه ارزشی تا که کنم فدای تو مولا یا ابن الزهرا مولا مولا یا ابن ز غیر تو گسسته‌ام
مستم و سرخوش از ازل ز باده ولایت تو. ای شه ملک جاودان، حجت حق به انس و جان، به پادشاهان جهان فخر کند گدای تو. کلام الهی و الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران به رهبری بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران به حیات طیبه روی آورده و در مسیر رشد و بالندگی حقیقی گام بر می دارند. از دیگر سو وضعیت غبار گرفته دنیای مادی امروز بازگشت به حقیقت را ایجاب می کند که در تعالیم حیات بخش قرآن متجلی و آشکار است. هرچند دست‌های پلید دشمنان اسلام در تلاش است تا از احیای اندیشه اسلامی و اتحاد جامعه اسلامی جلوگیری کند، یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. مسابقات بزرگ جهانی قرآن کریم علاوه بر شعله ورتر کردن دلهای مشتاقان در توجه به کلام الهی، میتواند بارقه امیدی را در وجود آزادگان عالم ایجاد کند. 30 دوره از مسابقات با تکیه بر تجربه 29 نوبت مسابقه جهانی، حذف نواقص دوره‌های گذشته و افزایش نکات مثبت شامل ویژگی‌هایی بود که مهمترین آنها به قرار زیر است: 1. افزایش کمی تعداد متسابقین به 110 نفر از 72 کشور جهان که حدود 20% رشد نسبت به دوره گذشته نشان می‌دهد. 2. گزینش هوشمند از متسابقین کشورهای مختلف بر اساس رتبه در مسابقات معتبر یا داشتن گواهی قابل پذیرش از یکی از اساتید یا مراکز قرآنی شناخته شده از دیگر نکات ویژه این دوره از مسابقات بود که به ارتقاء کیفی مسابقه انجامید. 3. هیئت داوران این دوره از نظر تعداد داوران و تنوع کشورهایشان بی‌نظیر بود. حضور 19 نفر در هیئت داوران و کمیته نظارت از کشورهای عراق، مصر، سوریه، لبنان، تونس، الجزایر، مالزی، سودان، اندونزی و جمهوری اسلامی ایران از اساتید برجسته قرآنی گواه این موضوع بود. در کنار این امر، دقت بسیار بالای داوران در قضاوت مسابقات که بر مبنای آیین‌نامه دقیق داوری که به تعبیر اساتید حاضر در این دوره بی‌مانند است، سبب گردید تا رقابت نورانی شرکت کنندگان در مسابقات در نهایت عدالت مورد بررسی قرار گیرد. برنامه متسابقین در چند مرحله مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتاً به تعیین برترین نفرات منجر شد. در پایان ضمن تشکر از تمام دستاندرکاران برگزاری مسابقات در جمهوری اسلامی ایران و آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون پرچمدار قرآن در جهان اسلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی، تقاضا داریم با همت مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی ایران و جلب مشارکت سازمان‌های برگزار کننده مسابقات در کشورهای اسلامی شاهد تشکیل کنفدراسیون جهانی مسابقات قرآن کریم باشیم ان شاء الله. صلوات ختم کنید. همینک برای اهدای جوایز برگزیدگان 30 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران تمنای حضور دارم از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر احمدی نژاد، نماینده محترم ولی فقیه و رئیس ارجمند سازمان اوقاف و امور خیریه حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب واجه های محمدی،
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر حسینی، وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر دانشجو، رئیس محترم ستاد مسابقات جناب آقای مهندس عابد، دبیر محترم ستاد مسابقات و رئیس مرکز قرآنی سازمان اوقاف امور خیریه جناب آقای یار احمدی، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برگزیدگان رشته حفظ کل قرآن کریم در 30 دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران، از حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج میرتاج الدینی هم تمنا کردیم و ایشون هم در خدمتشون هستیم. حائز رتبه نخست 30 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در رشته حفظ کل قرآن، نماینده شایسته جمهوری اسلامی ایران، برادر گرامی جناب آقای هاشم سلطانی نژاد، صلوات ختم کنید. یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر، یادمان این دوره از مسابقات به همراه 400 میلیون ریال وجه رایج جمهوری اسلامی تقدیم حضور میشه. رتبه دوم، حفظ کل قرآن کریم، نماینده محترم کشور نیجریه، برادر گرامی جناب آقای سعید وادم اسحاق واکاو، که به ایشون یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر، یادمان مسابقات و 350 میلیون ریال تقدیم میشه. صلوات ختم بفرمایید. حائز رتبه سوم رشته حفظ کل قرآن کریم، نماینده کشور عراق، برادر ارجمند جناب آقای حسین عدنان عبدالرزاق هستند، که کلام الله مجید، لوح تقدیر، یادمان مسابقات و 300 میلیون ریال مبارکشون باشه. شما هم همراهی کنید و صلوات ختم فرمید. رتبه چهارم رشته حفظ به شرکت کننده و نماینده کشور مالزی، برادر گرامی جناب آقای محمد ارشاد بن عبدالله، یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر، یادمان مسابقات و 250 میلیون ریال مبارکشون باشه. صلوات ختم فرمید. و رتبه پنجم رشته حفظ کل قرآن کریم، نماینده افغانستان، برادر گرامی جناب آقای سید صادق احسانی، که یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر، یادمان مسابقات و 200 میلیون ریال وجه رایج جمهوری اسلامی ایران مبارکشون باشه. شما هم تیمنش رو بیفزایید و صلوات ختم کنید. الذين احرزوا الرتب الاولى حتى الخامسه من الجمهوريه الاسلاميه في ايران، هاشم سلطاني نجاد من نيجيريا، سعيد وادم اسحاق وكاو من العراق، حسين عدنان عبد الرزاق، ومن ماليزيا محمد ارشاد بن عبد الله، ومن افغانستان سيد صادق احساني من الاول حتى الخامس. حائزین رتبه‌های برتر رشته قرائت قرآن کریم در 30 دوره مسابقات بین المللی قرآن، رتبه نخست رشته قرائت، نماینده شایسته جمهوری اسلامی ایران، برادر گرامی جناب آقای وحید وکیلی، صلوات ختم کنید. یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر، یادمان مسابقات و 400 میلیون ریال تقدیم حضورشون میشه. قاری دوم این مسابقات، شرکت کننده از کشور سوریه، برادر گرامی جناب آقای عبدالرحمن الکردی هستند، کلام الله مجید، لوح تقدیر، یادمان مسابقات و 350 میلیون ریال پیشکش حضور میشه و صلواتی که شما ختم میفرمایید. رتبه سوم رشته قرائت قرآن کریم، نماینده ارجمند کشور آلمان، برادر گرامی جناب آقای سعید براتزاده، کلام الله مجید، لوح تقدیر، یادمان مسابقات و 300 میلیون ریال تقدیم حضورشون میشه. شما هم صلواتی مرحمت بفرمایید.
قاری چهارم این مسابقات، رتبه چهارم رشته قرائت، نماینده محترم کشور افغانستان برادر گرامی جناب آقای محمد علی خسروی هستند. یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر، یادمان مسابقات و 250 میلیون ریال تقدیم حضور این قاری محترم میشه و صلواتی که شما همراه میکنید. و بالاخره رتبه پنجم رشته قرائت قرآن کریم، نماینده ارجمند کشور عراق برادر گرامی جناب آقای حسام کریم، یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر، یادمان مسابقات و 200 میلیون ریال مبارکشون باشه. شما هم صلواتی ختم بفرمایید. و فی ماده التلاوه الذين احرزوا المراتب الخمسه الاولى وحيد وكيلي من جمهورية إيران الإسلامية، عبد الرحمن الكردي من الجمهورية العربية السورية، سعيد برات زادة من ألمانيا، محمد علي خسروي من أفغانستان، وحسام كريم من جمهورية العراق. موقعی که اسم جناب آقای محمد ارشاد بن عبدالله حافظ چهارم مسابقات از مالزی رو اعلام کردیم، ظاهراً تو سالن نبودن، الان تشریف آوردن. تشریف بیارن هدیهشون رو بگیرن. شما هم یه صلوات دیگه براشون ختم بفرمایید. اما بخش پژوهشی سیومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، رتبه نخست برای مقاله‌ای با عنوان نقل‌های قرآن کریم به بنیادهای سبک زندگی غربی از جمهوری اسلامی ایران به برادر گرامی جناب آقای یحیی میرحسینی، صلوات ختم کنید. قرآن کریم، لوح تقدیر و 100 میلیون ریال مبارکشون باشه. رتبه دوم این رشته برای مقاله‌ای با عنوان جستاری بر تنوع گرایی در سبک زندگی اسلامی، کار مشترکی از جناب آقای سید عبدالله اصفهانی و محمود ابو ترابی از جمهوری اسلامی ایران، صلوات ختم بفرمایید. قرآن کریم، لوح تقدیر و 80 میلیون ریال تقدیم این محققان و پژوهشگران ارجمند میشه. رتبه سوم بخش پژوهشی این دوره از مسابقات باز هم به مقاله ای از کشور عزیزمون، پژوهشی با عنوان مبانی سبک زندگی اسلامی، کار مشترکی از پژوهشگران گرامی جناب آقای حمید ملک مکان و سرکار خانم راضیه علی اکبری از جمهوری اسلامی ایران، صلوات ختم بفرمایید. اما در بین پنج برگزیده، دو برگزیده و پژوهشگر از دیگر کشورها هم داریم. رتبه چهارم برای پژوهشی با عنوان چگونگی برخورد و اصلاح فساد اداری و مالی از دیدگاه اسلام از انگلیس به جناب آقای علی فرحان عبدالله الفکیکی، صلوات ختم بفرمایید. خیر باشه بینندگان ارجمند. با اهداء جوایز به برگزیدگان این دوره از رقابت ها، پرونده سیومین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم هم بسته میشه. خدای بزرگ رو شاکریم که این توفیق نصیبمون شد این یک هفته در خدمت شما باشیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر که باز هم توفیق خدمتگزاری شما نصیب ما باشه، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. التماس دعا. خدای عزیز یار و نگهدار همه شما. ای همه وجود من فدای خاک.